شبکه کلان تیوی آلبانی گزارش داد یک مرد 24 ساله از تاجیکستان بعد از حکم بازداشت بین که برای وی صادر شده بود بعد از ظهر چهارشنبه بازداشت شد شبهات منطقی وجود دارد مبنی بر اینکه در آلبانی افراد دیگری نیز وجود دارند که مزنون به ارتباط با این سلول تروریستی هستند این اولین بار نیست که اعضای سلول های تروریستی به آلبانی می آیند و در کشور ما نیز عمل می کنند. در اکتبر سال گذشته پلیس ضد تروریسم یک سلول تروریستی از نیروی قدس را که شامل چهار عضو بود کشف کرد. این سلول توسط یک ایرانی به نام مستعار پیمان اداره می شد که در سطح بین تحت تعقیب بود. این سلول حملات تروریستی علیه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران که در آلبانیست را برنامه ریزی کرده بود. تلویزیون نیوز 24 آلبانی نیز در گزارشی درباره دستگیری از و داعش در آلبانی گفت شبهات منطقی وجود دارد مبلی بر اینکه که در آلبانی افراد دیگری نیز وجود دارند که مزنون به در ارتباط بودن با این سلول تروریستی باشند. این اولین بار نیست که اعضای سلول های تروریستی به آلبانی می آیند. در اکتبر سال گذشته پلیس ضد تروریسم یک سلول تروریستی از نیروی قدس را که شامل چهار عضو بود کشف کرد. این سلول حملات تروریستی را علیه سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران که در آلبانی است برنامه ریزی کرده بود. Celul kishte planifikuar sulme terroriste ndaj opozitës irakiane Mek, e cila është trehuar në Shqipëri.